مبارکی، فعال حقوق زنان و عضو صدای زنان بلوچستان از استکهلم با ماست. خانم مبارکی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شکی نیستش که بلوچستان یک نقش بسیار پررنگی در این اعتراضات داره بازی میکنه، ولی یک چیزی که این منطقه رو یکم متفاوت میکنه با شاید مابقی ایران، نقشی هستش که آقای مولوی عبدالحمید داره بازی میکنه. چطور میبینید اظهارات امروز او رو؟ با سلام و به شما بینندگان و بینندگان تلویزیون اینترنشنال، بله، صحبت‌های آقای عبدالحمید، مولوی عبدالحمید، جنبه مثبت داشت. ایشون از حقوق ادیان دیگر همانند زرتشتی و بهائیان حمایت کرد و این قابل ستایش است. در شرایطی که در جمهوری اسلامی این ادیان و ادیان دیگر را سرکوب می‌کنند. اینکه از سمت ایشان همچین سخنانی اظهار شده هم نکته جالبی است. اینطور نیست، برای اینکه خیلی ها دارن محتاطانه استقبال میکنن از حرفای پیشروانه او در زمینه آزادی ادیان مختلف در زمینه حقوق زنان، برای اینکه به یاد داریم خود ایشون هم بالاخره انتقاداتی برشون هست، اگر به یاد داشته باشید موقعی که طالبان افغانستان رو در کنترل گرفتن از طالبان حمایت کرده بودند. چطور میبینید این رویکردی رو که الان یک چهره لیبرال تری داره از خودش نشون میده؟ به نظر من خیلی خوبه، به خاطر اینکه اون دفعه هم که از طالبان این سخنی که گفته بود خیلی خوب بود، چون برای اهل سنت و آقای مولوی واقعا به نظر من خیلی چیز خوبی گفته بود برای خوبی طالبان. گفته بود که خوب است که طالبان به قدرت رسیدند. خب میدونید ایشون گفته بودن که خیلی خوبه که طالبان به قدرت رسیدن، نباید پیش‌داوری کرد در موردشون، میتونه یک بازوی کمکی برای جمهوری اسلامی باشه. اینها رو میفرمایید که اظهارات خوبی بود؟ نه، من برای حجاب زنان میخواستم بگم. بله. اینو نه، بله، منظورم این بود که به هر حال انتقاداتی هم بر ایشون بوده. بگذاریم از سخنان آقای عبدالحمید مولوی، چه دلیلی به نظرتون هست که اینقدر اعتراضات در زاهدان و کلن در منطقه بلوچستان پررنگتر شاید از بسیاری دیگر از نقاط ایران هست و در این حال سرکوب هم به نظر میاد که از سمت حکومت خیلی بیشتر است در مقایسه با جاهای دیگر؟ بله، خشونت به خاطر اینی که قدرت در بلوچستان در دست سپاه پاسداران هستش و پاسداران از خشونت بیشتر بر علیه معترضان استفاده می کنند و هدف رژیم از استفاده بیشتر از خشونت در بلوچستان ایجاد یک جنگ داخلی بود، ولی مردم بلوچ همگام با بقیه مردم در ایران همگام شدند و این جنبشی که در ایران الان هستش، همین ژن جیان آزادی، زن زندگی آزادی، با این اینا همگی با این اعتراضات مصالحت آمیز خودشونو ادامه دادن و در واقع توطئه رژیم اینا رو خونسا کرد، به خاطر این بیشتر. ممنونم از شما، مینا مبارکی، فعال حقوق زنان از استکهلم.